بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه امام حسین علیه السلام با یکی دیگه از برنامه‌های سرزمین عشق در این ایام سوگواری آقا امام صادق علیه السلام در خدمت شما هستیم و افتخار این رو داریم که از کربلای معلا جوار قبر منور و شریف آقا امام حسین علیه السلام، سید و سالار شهیدان و برادر با وفاشون آقا ابوالفضل عباس علیه السلام، بین الحرمین این دو نور بزرگوار، این برنامه رو تقدیم حضورتون بکنیم و مهمون خونه های شما باشیم. انشالله که هر کجای این کره خاکی که هستید در پناه حق سربلند و سرفراز روز و شب خودتون رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و آماده باشید تا الان امشب با برنامه سرزمین عشق مطلبی بیشتر راجع به اهل بیت عصمت و طهارت بالاخص آقای امام صادق علیه السلام یاد بگیریم. این برنامه همطور که مستحضر هستید این شبها در خدمت شما هستیم در حضور کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام و مسلمین سید جواد مدرسی هستیم که از طرف شما و خودم خدمت ایشون عرض سلام و ادب و احترام دارم. خوشا سلام بنده رو پذیرا باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا بقیت الله. سلام بر شما امام زمان، امام محبوب، امام پنهان از دیدگان. سلام بر شیعیان و حلقه اول یاران شما، سلام بر حلقه دوم یاران شما، سلام بر حلقه سوم یاران شما، سلام بر اون یارانی که در قرآن خدا فرمود و یدخلون فی دین الله افواجا، اونایی که در دولت شما از عدل شما بهره میبرند. سلام بر دوستداران شما، اونایی که گذشتن و اونایی که هستند. سلام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران شما که زحمت میکشند شبان روز بیوقفه این برنامه ها رو زمینش رو تهیه میبینن، تدارک میبینن و انشاءالله دل امام عصر اینطوری خوشنود میکنن. انشاءالله شما و خوشا به حال ایشان. سلام دوست، خیلی ممنون و متشکرم. اجازه فرمایید متبرک و میمون بکنیم برنامه رو با عرض سلام و ادب و خدمت آقا امام حسین آقا و فضل الله صلی الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا حجاب الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا يد الله، يا أذن الله، يا عين الله في أرضه، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا عيبة علم الله، يا أبا عبد الله، يا أبا المهدي، السلام عليك وعلى ولدك حجة الله صاحب الزمان، السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا عارفا بالحسين، يا شيعيا للحسين، يا ناصرا للحسين، يا أخ الحسين، يا باذلا نفسه في الحسين. السلام على كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسن والحسين. السلام عليك يا باب حوائجنا إلى الله. السلام عليك يا عباس يا ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. أحسن. ان شاء الله که خدا
قبول بکنه از ما این سلام و عرض ادبی که دادیم خدمت آقای امام حسین علیه السلام و آقا ابوالفضل عباس علیه السلام، از شما هم قبول باشه. و خدای بزرگ و منان رو شاکریم حقیقتاً از اینکه به ما توفیق این رو داده تا در این شبها و این ایام و این ساعات، بالاخص اینکه این ساعات مخصوص آقای امام صادق علیه السلام هست، ایام شهادت اون حضرت هستش، در کنار قبر عزیزترین عزیزان خدای عزوجل، استثنای عالم آقای امام حسین علیه السلام، فضائل آقا امام صادق علیه السلام رو میگیم و رئیس مذهب تشیع رو بیش از پیش انشالله برای شما محبین و موالیان اهل بیت عصمت و طهارت معرفی میکنیم. هرچند شما آگاه و عالم به این مسائل هستید، لیکن از باب فذکر ام نفعت الذکرا انشالله امشب هم در خدمت کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین سید جواد مدرسی هستیم تا بیشتر راجع به این امام همام بدانیم و بشناسیم ایشون رو، تا معرفتمون نسبت به اون حضرت افزایش پیدا بکنه. من بیش از این صحبت نمی کنم و انشالله در خدمت کارشناس ارجمند هستیم تا بیشتر ما رو مستفیض بفهمند با کلام شیوا و شیرین خودشون. حاج آقا در خدمتتون هستم. خب عرض این که از این دریا از کجایش بگویم؟ ما شاید یه نگاهی به شاگردان امام صادق داشته باشیم و گذری بر قصه ها و داستان های امام صادق، یه قدری بیشتر با شخصیت و این الگویی که بنا داریم در زندگی از او مشق بگیریم، نزدیک بشیم، آشناتر بشیم. خیلی امام صادق بر ورع تربیت شاگردانش، خب جهت علمی فقط نیست، تزکیه هست و از اون علم غیبشون، علم غیب که تعبیر میکنم یعنی از دیدگان ما غائبه، مثل یه بچه خیلی مسائل عقلی رو درک نمیکنه ولی بزرگ مسائل عقلی رو درک میکنه. بابا این بچه این بده، بابا بده، خب بچه نمیفهمه بده ولی عقل درک میکنه که بده. امام یک همچین قیاسی رو میخوام بگم که یه چیزی رو درک میکنه که من تو درک نمیکنه، لذا تعبیر علم غیب کردم که الا من ارتضا من رسول، قرآن میفرماید هر کرا که خدا بپسندد به او علم غیب میبخشد، همونطور که به خضر نبی بخشید آتیناهم لدنا علما، همونطور که در یک آیه قرآن خدا میفرماید و ما هو علی الغیب بغنین، خدا بخیل نیست که علم غیب رو در اختیار بنده قرار بدهد. شاید گمان این حزب وهابی این چنین باشه به امامان هدا، ولی قرآن تعریف دیگه ای از امامان هدا بر ما داره. مثلا میفرمودن که ما شیعه نزد ما کسی است که زنان در حجله، یتحدثن بورعه، شیعه را کسی میدانیم که خانوما در پستوهاشون وقتی صحبت میکنن با هم از ورع او صحبت میکنن. این شخص میبین انقدر آبروی اجتماعیش بالا که این چنین است، حتی زنها از برای او صحبت میکنند. گاهی مثلا خطایی میدیدن از کسی، حالا میدیدن نه که به دیده چشم، حالا دم در آمده بود کنیزی رفت دم در پرسید که حالا اون میخواد بپرسه آقا هستن یا نیستن، یه با انگشتش اشاره کرد، همطور که اشاره کرد با انگشت اشاره اش لمس کرد بدن این کنیز را و به هوای خودش که مثلا یه کار مثلا یه بازی گوشی کرده اینطور.
تا وارد بر آقا شد، آقا گفتن لیس من نام لم یتورع، از ما نیست کسی که ورع نداشته باشه. یا یک خانمی بود این درس قرآن میگرفت نزد شاید محمد بن مسلم، خب به مناسبت بالاخره درس دیگه، یه جلسه دو جلسه هم نیست، خدای حجابی قرار داده کلمهن من وراء حجاب، این طول برخورد گاهی نزد بعضی این حجابا رو کمرنگ میکنه. خب سر یه قصه شوخی کرده بود یا خندیده بود اون خانومه، حالا خانمم جلیل بود، ولی خب میخوام بگم صحنه درست شد، صحنه مفاکهه بهش میگن. بعد آمده بود نزد حضرت که حالا غیر از این جلسه بود، بعدن با دیدار با حضرت داشته. خب حضرت رو گوش زد میکنن، فرمودن این که ورعت کم شد محمد، خلاص تشرش زدن، تربیت میکردن و واقعا میخواستن از شیعانشون یا امروز از این منبر به گوش من و شما و بینندگان ندای امام صادق برسه، میخوان از شیعانشون که به جعفری بگن هؤلاء شیعه جعفر، به تعبیر امام شامتون، شامه یعنی یه شاخصی باشه در کمالات و اخلاق. حتی یه آقایی پرخاش کرده بود در یه جدال با یک نفری، بعد برگشته بود گفت که تو شیعه امام صادقی اینطور پرخاش میکنی؟ ما این چنین اخلاقی را از امامت ندیدیم، ما میریم در محضرش پرخاش میکنیم، او با حلم و آرامش و بردباری با ما برخورد میکنه و سخن میگوید، و حتی اون طرف خجالت کشته بود، از تو بعیده این حرکت. به عکس ما بیورعی و حتاکی رو در دشمنان امام صادق زیاد میبینیم. به وقتی شخصی خلاصه حالا ما چی بگیم، کنیزی را در خیابان، کنیز بوده در اون زمان دیگه، در خیابان آزار میداده با زبانش. مولای این کنیز هاشمی بود، از بنی هاشم بود. به کنیز گفت که عدی وعده بش بده. اون شخص هم حالا به تعبیر من عمری بود، حالا واقعا از اون نسل بود، نسل عمر بن خطاب بود. خلاصه آمد در دهلیز در یه پستوی، اونم آماده بود که وقتی این صحنه را دید این مرد اجنبی با کنیزش جمع شده او را کشت. جمع شدن ملت، خب گفتن بهانه ای اگه برای قتل امام صادق باشه از این بهانه بهتر نداریم، چون که لا نقتل به الا هو، مگر خود جعفر صادق را میکشیم، امام شیعیان را. این حالا اونم حتاک بوده بالاخره، اون کسی که کشته شده. آمدن دور امام صادق گرفتن و گفتن ما شما رو، البته آقا بیرون بودن، بیرون مدینه بودن، خبر بهشون دادن ملت جمع شدن قصد کشتن شما رو دارن. آقا گفتن که باکی نیست بر من. آمدن دادن ملت جمع شدن دور آقا رو گرفتن، گفتن میخوایم شما رو بکشیم به فلان قتل. آقا گفتن خب چند نفر از شما جمع بشید که حرف شنوایی داشته باشن تو گروه، تو مجموعه، بیان با من صحبت کنن. وارد خانه شون کردن و با اون افرادی که با کل وجود اومده بودن برای قتل امام صادق صحبت کردن، برگه هایی دردن از خانهشون، از صندوقچه تاریخچه عمر بن الخطاب رو براشون رو کردن. گفتن این شخصی که شما الان به خونخواهی او میخواید مرا بکشید، من فرزند پیغمبر رو، این شخص
که از نسل عمر ابن الخطاب همچین تاریخی داره، یعنی خود عمر ابن الخطاب یک همچین کسی است. حالا من تاریخشو اینجا رو نمی کنم، حالا قاطعا بینندگان اهل تحقیق درشون هست ببینن که تاریخچه ولادت خطاب یا حطاب پدرش چونه بود. گفتن اگر شما این قصدتون رو، این نوع عدالتی رو بخواید اجرا کنید، منم این برگاهای رسمی رو مثلا رو میکنم. اینو هم آمدن بیرون و میگفتن که حاشال جعفر ان یفعل کذا، جعفر مرده و رئیس جعفر این کار نیست فلان، فتنه رو خوابونده بودن. دیدن که مثلا سیادت مذهبشان لکه‌دار میشه اگر امام صادق اون مستندات رو کند. مستندات محکمی هم بود، مثلا نامه‌ای بود که معاویه به عمر نوشته، عمر به معاویه نوشته، این چنین بود. میخوام بگم که این نکته تربیتی جامعه رو بر ورع تربیت کردن، این از مدرسه اهل بیت، ولی مدرسه دشمنانشون بر حد تاکی، بر حد که حرمت، بر ببخشید، یعنی یه چیزایی. الان من در میشنوم دیگه از پیروان مکتب مکاتب چارگانه، خب واقعا انسان شرمش میشه بتونه در یک سیمایی مطالب رو بگوید که این فقه دشمنان امام صادق چقدر فقه رکیک و فقه امام صادق چقدر فقه. واقعا شما دلت میخواد بچت و دخترت رو در این مدرسه بذاری، مدرسه امام صادق، بهره بگیره از این علم و دانش و از مدرسه مالک بن انس، مدرسه ابو حنیفه دور کنی که این تربیت و این فتواها به گوشش نرسه. یعنی شما که پدر هستی میخوای خانواده سالم دست جامعه تحویل بدی، فطرتاً به امام صادق توجه داری. حقیقتا هر پدری در انتخاب معلم برای فرزندان خودش بیشترین دقت نظر رو داره و واقعا مطلبی که بیان فرمودید قابل توجه پدرانی هستش که میخوان فرزندان خودشون رو به خوبی تربیت بکنن. آیا برای فرزند خودشون کسی رو انتخاب میکنن به عنوان معلم که از نوادگان آقا رسول الله صلی الله علیه و آله باشه، آیه تطهیر در موردش نازل شده باشه، یا کسی رو انتخاب میکنن که خود شاگرد امام صادق بوده و امام صادق بارها به او گفته بوده که از قیاس دوری کن. به عنوان مثال ابو حنیفه که بر مسلک قیاس بسیار تأکید میکرد و این اصلا مبنای بسیاری از در حقیقت فتواهای فقهی خودش بود. کدومی که از این دو رو میشه انتخاب کرد به عنوان یک معلم برای فرزند تا راه صحیح و درست رو بهش نشون بده؟ واقعا نکته قابل توجه هستش که متاسفانه بنا به دلایل مختلف، حالا چه تعصب شخصی باشه، چه تعصب دینی باشه، چه باقی موندن بر دین آبا و اجداد باشه، خیلی از مردم الان دور هستن از این که بخوان حقیقت رو ببینن و بیشتر فقط پیروی میکنن از آنچه پدرانشون به اونها آموزش داده. بله، میخوام بگم فقه حنفی یک فقه خیلی سستی، یعنی برای سعادت یه جامعه. الان در مصر من یه نمونه براتون مثال بزنم. یک آقای اومد شیعه شد، گفت که جهت شیعه شدن من برای این است که امام صادق را دیدم، فقهش را دیدم و شیعه شدم و از یه مسئله شرعی من شیعه شدم. بله. گفتیم چطور؟ گفت که ما در مصر سه نفر میشینیم برای قضاوت. بله. یه نفر قاضی مثلا مدنیه، قانونمنده، یه نفر مسیحیه، یه نفر هم فقه حنفیه سنی، و خلاصه ما میشینیم برای قضاوت. یه خانمی آمد و خانم التماس میکرد، گریه میکرد، میگفت این آقایی که اینجا هست شوهرمه، دیشب با من بود، فقط برای فرار از نفقه این 5 سال رو منکره. شوهر چی میگفت؟ میگفت من 5 سال پیش ایشونو طلاق دادم. چرا؟ که 5 سال نفقه به گردنش نیاد. بعد میگفت این شوهرمه، این دیشب با من بود. حالا
قضات میخوان حکم کنن. قاضی سنی دستش بسته. چرا؟ چون که در طلاق دو تا شاهد عادل شرط نمیدونن، میگن حرف شوهر حجت. اون مرد که بگه طلاق دادم بزنه، قاضی مسیحی هی به من طعنه میزد، میگفت ها دیدی، ببین ما مسیحیت طلاق رو بستیم، قانون خانواده رو حفظ کردیم، حالا این زنه فقه شما جوابگوی عدالتش نیست، 5 سال نفقش از بین میره بر اساس فقه حنفی شما. اصلا داد میزد قصه که این مرد برای فرار از نفقه داره این راهکار رو نشون داده. گفت منم هرچی میجوشیدم که یک راهی پیدا کنم، هم برای طعنه این مسیحی جوابگو باشه، هم با فقه ما. فقه اربعه رو گشتم، حمدم فتواهای جوره. یه نفر به من گفت که فقه امام صادق هم ببین، در کتاب مستدرک الوسائل امام صادق نظر دارم. گفت رفتم مراجعه کردم، امام صادق نظرشون اینه که یک مرد حق طلاق نداره مگر دوتا شاهد عادل در محضرش باشه. اومدم و در دادگاه استناد کردم به امام ائمه اربعه، اونایی که ابو حنیفه و مالک و دیگران اعتراف میکنن به علمیت امام صادق، و استناد کردم به فتوای ایشون و حق زن رو به او دادیم، طلاق مرد رو قبول نکردیم، 5 سال نفقه رو براش بریدیم. اون روز من فهمیدم این فقه امام صادق چقدر قیمت داره، چقدر عدالت رو در جامعه به مظلومین میرسانه، برمیگردونه، چه فقه سرشاره. ببینید حلاوتهای دانش و علم، دانش صحیح در وقت اصرار و حاجت پیدا میشه. خب این آقا شیعه شده بود، واقعا شیعه شده بود، اومده بود کاملا در مذهب تشیع داشت فقه شیعه رو بررسی میکرد و که دینش از امام صادق بگیره و مذهب دیگر کنار گذاشته بود. خیلی امام صادق برای مذهب زحمت کشیدن. ایشون یه وقتی یک زنی گرفتن، بعد صبح طلاقش دادن. گفتن آقا چرا طلاقش دادید؟ گفتن شب تا صبح من با این خانم صحبت کردم راجع به علی بن ابی طالب و ولایت امیرالمؤمنین که او بر حق است و غصب شده خلافت از علی بن ابی طالب و ابوبکر غصب کرد خلافت رو. خلاصه نپذیرفت، منم طلاقش دادم. یعنی خیلی برای آقا مهم بود که مثلا این خانم در زندگیشون آمده، مادر بچه‌هاشونه، ایشون تفکرش درست باشه، ولایتش، دینش، اعتقادش درست باشه. حالا امام صادق با اون حلاوتشون، منطقشون، حالا اون قبول نکرد دیگه. و زحمتی که پای این شاگردان خرج کردن، زحمت کشیدن شاگردان رو کم کم رشد دادن، بار به بار نشوندن. مثلا یک وقتی توی مسیر بودن، مسیر شاید مکه، بله مکه، تو مکه مسیر مکه خاوه میگرفتن، خاوه یعنی یه پولی میگرفتن از حجاج، تا الان هم میگیرن دیگه اگر دقت کردی، پول ظلمیه ها. بعد آقای امام صادق بناشون بود که این پول ظلم رو ندن، ائمه بناشون اینه دیگه، ظلم رو نپذیرن تا که توان دارن، زیر بار ظلم نرن. بعد خدمت عرضی که یه آقای سر راه گرفت، شاید رودخانه بود سر پل، گرفت و گفت پول بدید تجارت شد از طرف حکومت وقت. آقا هم گفتن من پول نمیدم، پول زوره، من نمیدم. گفت منم نمیذارم رد شید. اینی که با آقا بود گفت آقا بکشمش، گفتن نه. ببینید واقعا تعدی به امام، حکم فقهیشو میخوام بگم، تعدی به قرآن، تعدی به رسول، تعدی به خود خداست. یعنی کفره. و خذوهم و اقتلوهم حيث ثقفتموهم. اذن جهاد هم میدونید از شریعتی که در اسلام نازل شده 5 شمشیره، یکیش همین شمشیر، یعنی 5 سیف در اسلام تشریع شده. هر پیغمبری با سیف نمی آمد با شمشیر، مثلا ابراهیم با سیف بود، لوط با سیف بود. شریعت جهاد در اسلام تشریع شده خب با اون ضوابطی که داره. حالا این آقا گفت که خب آقا به شما تعدی شد و من مانع شماست، میکشیمش میریم. آقا گفتن نه، کار نکنیم. صبر کردن از صبح تا بعد از ظهر دم شب. آقا گفتن خیمه بزنید، خیمه میزدن،
این که نه اینا واقعا پول بده نیستن، گفت بیاد برید، دید دارن خیمه میزنن، گفت بیاد برید. وقتی رد شدن آقا به همین یارشون گفتن، گفتن حالا بهتر نشد. یعنی ما یه روز عمرمون رفت، ولی به جای اینکه اینو شما بکشی دولت بیاد دنبالت بدود به ترسی متوجه؟ بله. یعنی یه وقتی بانگ جهاد سر داده میشه که اونم با اگه نگاه کنی به زندگانی امیرالمومنین چه اصراری داشتن جنگ نشه، چه زحمتی کشیدن که جنگ با عایشه نشه، با معاویه نشه، قد نامه‌نگاری، قد پیغام بره بیاد. ولی خب برای مظلومین بالاخره جنگ شد، برای حقوق اسلام، حقوق رسول الله آخرش جنگ در گرفت. ولی آقا خیلی ناراحت بودن، حتی امیر واقعا اون شب گریه میکردن، شب جمال الله. گریه میکردن که لقد این مسلمان ها، اون کسایی که ناپختن، بله. اینا با حرف و سخن و خیلی هم معاند نیستن، یعنی عناد نداره، بله، فقط باید تفهیم بشه، خطبه بهش برسه، بیان تحت بشه، جو قرار میگیرن، تحت تاثیر جو قرار میگیرن. آره، دنبال خیلی... عایشه به راه افتادن. 20,000 کم نیستن، 20,000 تا. آره. 20,000 از مسلمانان اون زمان که 20,000 یک جمعیت شاید یک شهر میتونست باشه، در این جنگ جمل از مسلمان کشته شد که اولین جنگ بین مسلمانان تاریخ رقم میخوره. میگفتن یا امت الازد علیکم امکم فانها صلاتکم و صومکم. اینطوری با این دید که عایشه و حفظ عایشه نماز شماست، روزه شماست. اینطوری در حالی که خب واضح بود پیغمبر در هیچ جنگی زنها رو داخل جنگ نکردن، چطور شما بر شطور سوار شدی آمدی؟ بگذرم، میخوام بگم ببینید گاهی نامه نوشتن حضرت، یه نامه، انقدر این نامه خواندنیه که چطور امام مؤمنین این اب رعوف پدر مهربان در این نامه التماس میکنن به شیعیان، شیعیان تقیه شکنی نکنید، خودتون احادیث ما رو نقل نکنید، اسیر مردم بشید، یا شما رو بکشن یا از شما بپذیرن. لا ترهقونا، ما رو خسته نکنید، ما رو ناراحت نکنید، جون خودتون رو حفظ کنید. یک یعنی نامه خیلی قشنگیه، التماس به شیعیانشون که جون خودشون رو حفظ کنن تا قائم آل محمد صلی الله علیه و آله محمد نیامده است. بیگدار با آب نزنید دیگه، حالا سر یه حرفی حلم داشته باشید، بردبار باشید، هر حرفی هر جا نزنید. حالا من راجع به این پرونده، پرونده اسرار، یه دو سه تا حدیث بخونم که میگفتن به معلم، معلم اسرار ما رو پخش نکن، یا معلم من اذاع سرنا فکمن قتلنا عمدن لا سهوه، یا معلم من ما الشاهر علينا سيفا والناصب لنا حربا بأشد من المذيع علينا سرنا. اونی که با ما جنگ علنی میکنه این کمتر از این نیست که شما اسرار ما رو پخش کنی و منتشر کنی. خیلی اصرار داشتن مردم تربیت بشن بیان بالا. این ناظر به بحث تقیه و اون جو خفقان و ترسناکی بود که اون زمان حضور داشت و این یه بخشه، هم تقیه و بحث تقیه، هم این که شما خودت فرزندت رو میخوای بزرگ کنی، درسته؟ به. مطالب رو نرم نرم به خوردش میدی، درسته؟ یعنی نرم نرم این عقلش همطور که رشد میکنه مطلب بالاتر گیرش بیاد. درست. اینطور نیست که این مطلب خیلی فرا و بالای قبل از اینکه عقلش آمادگی داشته باشه. آره، کشش داشته باشه. چه بسا افرادی که کشش یک بحث حکیمانه و یک مطلب بلند رو نداشته باشن، اون مطلب که بهشون داده میشه اصلا از راه هم منحرف میشه. شما قرآن رو ببینید در حکم خمر، خب خمر میخوردن دیگه، حالا غیر از بنی هاشم، بنی هاشم خمر نمیخوردن، خب در جاهلیت خمر بوده، در اسلام هم مثلا تحریم خمر نیومد تا مدینه. خب 13 سال در مکه اصلا تحریم خمر بحثش نبود. آیه خمر اومد که ضرر داره، عقل از بین میره دیگه، بدترین ضرر اینه که شما یه حیوان بشی، خیلی ضرره. این همه کمالات، درس خوندی، تزکیه، تربیت کردی، خب تا آخرش یه حیوان بشی. چند ساعت، بله. آره.
بعد خدمت عرشی که شما ببینید تربیت قرآن رو فهل انتم منتهون آخرش با شدت خدا بیان کنه. در سه مرحله خدای آیه نازل کرد. این آیات قرآن هم اگه وقتی خواستید مطالعه کنید خوبه که آیات مکی رو اول مطالعه کنید بعد آیات مدنی. حالا اونطور که انزل یعنی اونطور که قرآن به ترتیب تاریخ در حقیقت نزولش، آره واقعا اگه اونطور مطالعه بشه تربیت کننده است. اون 23 سال دوران رسالت آقا رسول الله کلا فکر می‌کنم در ذهن آدم تجسم میشه که شرایط اون چجور پیشرفت میکرد، زمان چجور اتفاقات پشت سر اتفاقات مختلف میافتاد و آدم احساس میکنه واقعا واقعا در اون شرایط داره زندگی میکنه. من فکر میکنم اگر اینطوری شما فرمودن قرآن رو مطالعه بکنه خیلی خودمون رشد میکنیم و تربیت میشیم. ببینید یک غایت عدم سرپخش کردن اینه که طرف آرام آرام امام صادق میگفتن مطلب رو بهش بگید، اگه منکر شد دومی رو بهش نگید، بالاتر رو بهش نگید. فمنن او امسک بغیر حساب، قرآن هم این برمار چیده گفته که سلیمان هذا عطاؤنا، این داده ماست، میخوای بدی میخوای ندی. این حق اختیار داده به استاد، به فقیه، به مرجع، به پدر که شما برای تربیت امت خودت، فرزند خودت، همسر خودت میخوای ببخشی، میخوای بدی، میخوای منع کنی، حالت تربیتی داره. اینه ما نمیخوایم بگیم الذین یکتمون ما انزل الله، چون کتم علم، علم رو مخفی کردن، فبشرهم بعذاب علیم، خدا دوست نداره که علم در دسترس نباشه، ولی علم باید از راهش و به جاش دست متعلم بگیره. امام صادق یک همچین مربی بودن، اولا کاسه های روح روان مردم رو شستشو میدادن. بعد خدمت عرضی که مثلا ببینید یه رفیقی داشتن، خیلی تعجب کردم، من حدیث رو بارها شنیدم ولی دیروز مطالعه میکردم، توقف کردم، یعنی مکس کردم، تأمل کردم، امام واقعا چجور دارن برخورد میکنن، چه تربیتی از ماها میخوان. یه آقای همراهشون بود، یهو بهش برگشت، به عبدی داشت، گفت یا ابن الفاعل، یه فحشی میخواست بده به مادرش، رنگی زد، گفت مادر فلان شده. امام گفتن که حسب تو که انسان ورع، من فکر میکردم تو خیلی ورع داری. گفت آقای مادرش مشرکه بوده، مثل مسلمون نبود، مشرکه. وقت طلا مثلا عقداشون، نکاحاشون معلوم نیست چیه، نکاح اسلامی نیست دیگه، حداقل میتونیم اینو بگیم اسلامی که نیست، اصلا بر دین و کیشی هم نیست، مثلا مسیحی، یهودی، بر هیچ کیشی نیست، یه نکاح شغالیه مثلا، چیه شغار. گفتن ما علمت ان لكل قوم نکاح، حالا مطلب علمی بهش گفتن، ولی تربیتی گفتن دیگه با من حق نداری بیای. گفت تا آخر عمرم دیگه ندیدم اونو با امام صادق بره بیاد. ببینید اگه ما هم واقعا بخوایم با امام زمان یه بروبیایی داشته باشیم، باید زبان رو تزکیه کرد. حقیقتا اون شخص از چه فیضی محروم شد. آره. امام زمانش رو دیگه اجازه نداره ببینه، با اینکه امام زمانش در پس پرده غیب نیست، یعنی حالا به در شرایطی نیستش که غائب باشه از هم، ولی اون شخص دیگه این اجازه رو نداشت که امام چقدر زمان حیفه، چقدر حیفه. واقعا یک گناه تا این اندازه میتونه انسان رو عقب بندازه. چقدر لازمه ما که شیفته امام هستیم و داعیه هستیم، این ادعا رو داریم، محبیم، گاهی اشکم میریزیم، تبکی علیه عیون البواکی، چقدر مهمه نکات ظریف رو رعایت کنیم، نگاه به نامحرم نکنیم، زبانمون رو حفظ کنیم از قول قرآن گندگویی، فحش، فحش یعنی گندگویی، حرف بزرگتر از زبونت نزنیم، و و و و گوشمون رو حفظ کنیم، شکممون رو حفظ کنیم. واقعا چقدر باید رعایت بشه، باید بسیار رعایت بشه. من رو نصی دیدم که امام عصر اینچنین فرمودن، گفتن ان الله صان انفسنا عن معاونت الاولیاء، اولیاء دسترسی به یاری من ندارن الا مگر سه تا شرط، اخلاص فی النیه، امحاض النصیحه، والمحافظه علی ما هو اولا و اتقا. همیشه اونی که به تقوا نزدیک‌تره رو عمل کنن، اونی که اولاست، یک انسان به اون صفت اولاست. بابا حلال میدونم حلاله، ولی اولا چیه؟
اولا اینکه تو انسان باشی. میگه اونی که انسان تره توفیق کمک و یاری امام زمان رو پیدا میکنه. بسیار عالی. حاجا اگر اجازه بفرمایید، نام نامی آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هم اومد. حقیقتا باید توجه بکنیم که زبون خودمون رو نگه داریم، چشممون رو نگه داریم و خدای نکرده گناهی مرتکب نشیم که بیش از این منع بشیم از حضور و در حقیقت به حضور آقا بقیت الله و امام زمانمون رسیدن، چه دلی، چه حضوری، چه فیزیکی. اگر اجازه بفرمایید صلوات بر محمد و آل محمد بفرستیم، یک میان برنامه ببینیم بعد ان شاء الله به ادامه بحث بپردازیم. مرسیشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یک میان برنامه ببینیم با هم. شهر مدینه کرب و زهر و در آنجا صاحب ازا شد، قرآن ناطق جان داده مظلوم، امام صادق گردیده مسلوم، یاری دین با قلب مقنون، امام صادق گردیده مسموم، خون گشت دل ها یک سر زد از تربت بی شمع و چراغش، با آن که یاره قرآن و دین بود، مانند جدش خانه نشین عرض سلام مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و با تشکر از همکارانم در اتاق کنترل و پخش که میان برنامه رو برای ما در حقیقت تهیه کرده بودن، امیدوارم که مورد استفاده قرار گرفته باشه. حاجا در خدمتتون هستیم برای ادامه بحث. حالا ما این پرونده رو داشتیم بررسی میکردیم که واقعا ظرایف و لطایف تربیتی امام صادق به شاگرداشون خب یه قدری معتدلتر بخوام صحبت کنم، ورع از جهت ورع صحبت کردم، ولی از اون طرف هم آقا اصرار داشتن مثلا به زراره که زراره چرا ازدواج نمی کنی، از اون طرف یک مفاکهه با نامحرم، یه نگاه به نامحرم انقدر برای امام سنگینه و نمیپذیرن از یارشون که این چنین برخوردی داشته باشه تا اینکه توبه کنه، از این طرف هم اصرار دارن که زراره چرا ازدواج نمی‌کنه. زراره شخصی بود، تاریخچه‌ش رو بگم. بله استفاده ایشون با 4 تا از برادراش، یعنی 5 برادر از 17 برادر، 5 تا از 17 برادر اینا شیعه شدن، پدرشون هم مسیحی بود اعیان، 2 تاشون شدن از حواریین امام صادق، یکی زراره که حمران ابن اعیان، 2 تای دیگه هم از انصار و خلاصه یاران و شاگردان، یکی هم یه قدری دورتر. یعنی دیگه شیعه بود ولی خب شراب میخورد و حتی مثلا دولت وقت او را گرفت، بعد گفتن که میگفت ابن اعیان رو بگیرید، بعد گفت این کیه، گفتن این ابن اعیانه، گفت اگه ابن اعیان اینه که بذارید تو مردم بچرخه باشه مردم ببینن ابن عیانی همچین مردیه، شرابخوری و جولیدگی و فلان رعایت نمیکرد. اینا 5 تا برادرن صفاتشون اینه. بعد زراره، حالا قصه شیخ ایشون ناصبی بود، یعنی دشمن سرسخت امیرالمومنین بود. اگه کتابچه شیعه ای دستش میرسید کتابو آتش میزد، پاره میکرد، اینطوری بود. حالا از برکات خواهرشون یه خواهری داشتن،
اینا یه جوان شیعه با او ازدواج میکنه و شیعهش میکنه. بعد که شیعه شد این خواهر تأثیر میذاره بر پنج برادر دیگر و باز اونا هم شیعه میشن. حالا زراره از این طرف بحضر امام صادق اومده، آقا دارن بهش میگن چرا ازدواج نمی کنی؟ آخه من با کی ازدواج بکنم؟ این جامعه ای که من میبینم ولایت امیر مؤمنین به دل ندارم، من نمیتونم با غیر شیعه ازدواج کنم. کسی که خودش ناصبی بوده و واقعا بله چقدر شیعه به دستش میرسیده پاره میکرده 180 درجه تغییر. برگشته و چه اصراری برای حفظ آبروی تشیع اصلا حاضر نیست هم بستر بشه با یک خانومی که ولایت امیرالمومنین به دلش نیست. خلاص آقا خیلی باش بحث میکنن، میگنش بالاخره تو مردی شهوت داری، شهوت چه کار میکنی؟ بعد بحث کنیزا رو پیش کشید، گفتن فرزنددار شدن یه بحثیه، یه مطلبیه، شأن یه چیزیه و خلاص باش بحث کردم تا قانع شد که ازدواج بکنم. میگه همچی تحولی درش ایجاد شد. همین زراره شاگرد سفت و محکم امام صادق بود. یک شاگردی داشتن امام صادق، محمد ابن عمیر، ابن ابی عمیر بهش میگن، ابن ابی عمیر. ایشون هم 16,000 حدیث از امام صادق یاد گرفته بود، بلد بود، که متاسفانه همین دولت وقت، دولت وقت که میگن بین العباس و منصور دوانیقی، این یاران امام صادق همه رو در زندان ها انداخت. انداخت در زندان و ایشون 4 سال در یک زندان تاریک مرطوب بیرون آمد که چشمش از دست رفته بود، کور شده بود، حافظش هم ضعیف شده بود. خلاصه حدیث که نقل کرد بی سند نقل میکرد، کتاباش هم انگار دخترش خاک کرده بود که از بین رفت دیگه، خاک از بین برد کتابا رو، نوشته ها رو. لذا ابن ابی عمر الان از رجال اجماع نزد فقهای شیعه اگر حدیثی نقل کنه ازش میپذیرن بدون اینکه سندی داشته باشه. سندی داشته گو اونم احادیثی که مطمئن بود نقل میکرد که حافظش یاری میداد. خب این آدم ببینید، من از ورع این آدم میخوام بگم، از یکی طلبی داشت، طلب کار اومده بود عیادت مریض، ابن ابی عمر مریضه، اومده بود عیادتش، چیزی در خانه نبود که پذیرایی بشن. دختر ابن ابی عمر بر در ایستاده منتظر یه پولی یا یک چیزی که مهمان فهمید اینا در خانه چیزی ندارن برای پذیرایی. ابن عمی منم سکوت کرده بود با دخترش، هیچی نداشت. بعد طلبکار این بند خدا هم بود، این بند خدا رفت خانهشو فروخت، آمد پول فردا پول آورد یا پس فردا برای ابن عمی. گفت این چی؟ گفت این قرض شما. گفت از کجا آورد؟ گفت خانمو فروخت. یعنی ابن ابی عمر طلبکار، اون آقا شخص بدهکار، بدهکار خانهشو فروخته و اومده بود به عیادت ابن ابی عمر، اومده بود به عیادت، متوجه شد خیلی فقیره ابن ابی عمر، درست رفته بود برای پرداخت دین ابن ابی عمر خانهشو فروخته بود. ابن ابی عمر گفتن که از امام صادق شنیدم فرمودن که لا یباع الدار بالدین، من این پولو بر نمیدارم، برو خونه تو برگرد. در شدت حاجت اما حرف امامشون براشون تکلیف بود، حاجت دارم ولی خانه فروخته نمیشه برای قرض، برو خانه تو پس بگیر. اونم رفته بود خانه شو پس گرفته، اقاله کرد. یه وقتی هم هشام که الان صحبتش بود بین برنامه، هشام ابن الحکم که هشام ابن، یه هشام ابن سالم داریم، هشام ابن سالم یه وقتی وارد شد برای امام صادق، گفت امام صادق دو کلام با من حرف زدن اومدن بیرون، من اعلم الناس به توحید بودم، در توحید دانشمندترین مردم بودم. حدیثم خیلی شیرینه، حالا یه وقت بحث توحیدی پیش بیاد جاش اون حدیث من بخونم. هیچ بعد وقت چی حال هشام بن سالم، این که هنوز ریشش تکمیل نشده بود. یه هشام حکم هم بوده در دستگاه امام که خیلی جدالش به قول امام صادق مناظرش خیلی به سزا، مثل پرنده‌ای که پرواز میکنه روی
شکارش فرود میاد همون شکارش رو برمیداره میره، خلاصه باطل نداره توی مجادله هاش. یه وقتی امام صادق بهش گفتن که هشام بیا رو کمرم پا بذار برو سوار اسب بشو، این مثلا یه لحظه مرتبک شده گفت آقا این چه کاریه من چطور این کارم؟ آقا بهش غضب کردن گفتن اذا امرناکم بشیء ففعل، من اگه دستوری به تو دادم انجام بده، خاص اطاعت کرده بود. ببینید که تربیت کنن شاگرد را که شما در اطاعت امامت باش، نظر نده، رأی نده. حالا من از این موارد تاریخی که نظر دادن چقدر در مقابل امر امام مثلا به ضررمون شده، بله، اون وقتی بود که مالک اشتر رفته بود و بعد به حضرت پیغام فرستاد، پیغام دادن مالک برگرد، در جنگ صفین با معاویه، آقا گفتن مالک برگرد، مالک به پیغامبر گفت که به آقا اجازه بده یه یورش دیگه من معاویه رو کشتم. قبل از این صحنه حتی امیر خودشون التماس میکردن به یارانشون، التماس که میگم التماس میکردن یعنی ببین این آقایون در حکومت داری دیکتاتور نیستن، اینا مشورت میکنن با یارانشون، ولی خب نظرشون هم محترمه دیگه، نظر امامه، نظر سرداره. گفتن دعونی اقلع عین الفتنه، شما یه مهلت بهم بدین، اطیعونی ساعه و عصونی دهرن، یک دهر معصیت هم کنین ولی این یک ساعت رو به علی ببخشید، اطاعت کنید از علی، مهلت بدید علی بن ابی طالب رو، چشم فتنه رو یعنی معاویه رو از بین ببره. خب این معاویه یعنی اصل و ریشه یزید شد و بنی امیه و بنی العباس، الان در بدری امام عصر، بله، از اون شجره سرچشمه دیگه، سرچشمه بالاخره آقا هم چه نظری داشتن، ولی خب آقا رو زیر تیغ گرفته بودن برای کشتن. خوارج آقا به مالک خبر دادن، مالک برگرد، مالک در جواب آقا، خب اینجا جاش نیست تو جواب بدی، تو شرایط رو نمیدونی، گفت که آقا اجازه بدید یک یورش دیگه. آقا بهش غضب کردن گفتن مالک بهت میگم برگرد، خب امام اگه کشته شده باشه چه نفعی داره کشتن معاویه؟ بله، علی بن ابی طالب علیه السلام رو اگر بکشم دیگه کشتن معاویه چه فایده داره؟ مالک برگشت، دید انقلابی شده در لشکر، متاسفانه دیگه این بازی که هم ابو موسی اشعری را انداخت، جاثلی قاضی الامه، هم عمرو عاص را انداخت، خدا هر دوشون را لعنت کنه انشاءالله. نهایتا حکم یعنی شام از دست امیرالمومنین کنده شد. ببینید اطاعت در نزد امر امام بودن این تربیت میخواد، ما عمری باید تربیت کنیم خودمون رو آنچه امام میگوید را انجام بدیم، یعنی فراتر از امر امام برنامه سعادت نچینیم. برنامه سعادت اونیست که امام فرموده، قرآن فرموده، با همچین بینش مقدسی به کتاب خدا و ترجمان کتاب خدا واقعا دید داشته باشیم، نظر کنیم. این تربیت رو امام صادق فرموده. ببینید اون هارون که میاد وارد بر امام صادق میشه، حالا یک نفری قبلش خراسانی در محضر حضرت بود، آقا چرا قیام نمی کنید و 100,000 شمشیر دارید؟ گفتن که تو از اونا هستی که با من بیعت داری؟ گفت بله من از اونا هست. گفت خب پاشو برو تو این تنو، آقا من هلاک نکنید، من جرمی نکردم، من چه فلان من نمن کرد. آقام ساکت شد، هارون اومد وارد شد، گفتن هارون وارد تنور بشو. هارون گفت چشم، آقا کفششو کند، رفت تو تنور نشست، تنوری که روشن بود، روشن. آقام بعد گعدهشون رو ادامه دادن، جلسهشون رو ادامه دادن، خیلی آرام صحبتشون رو ادامه دادن. این آقای خراسانی هم همطور مثل سیر و سرکه میجوشید. بعد گفت آقا چی کار کردید با این، چی کار کرده بود؟ وقتی دیدن که این خیلی دگرگونه گفتن هارون بیا بیرون. هارون در تنور رو باز کرد، از تنور رو بیرون، هیچ چیش نسوخته. یه وقتی موسی بن عمران هم توی تنور مادرش قایمش کرده بود، بعد خواهر موسی اومد تنور روشن کرد، حالا جواسیس هم تو خونه بودن. آره
و خواهر رو تنور شروع کرد نون پختن، شروع کرد به نون. حالا تنور رو داره، اینم نمیتونه بگه که بابا بچه‌م تو این تنور. جواسیس اومدن دارن میگردن خونه رو. که خب بعد که اومدن جواسیس رفتند و تنور رو چک کردن، بچه به جایی که سوخته باشه داره با آتیش بازی میکنه. اینا معجزاتی است که خلاصه آقا برای یک شاگردشون مثل هارون این معجزه رو نشون دادن. گفتن اگر یار مثل این داری بیا که ما قیام کنیم. گفت مثل این آقا یکی هم نداری. مثل هارون اینطوره تا واقعا ما باید برای امام زمان چاره‌ای نداریم یار بشیم. این ادعامونه، یعنی روزی که قالو بلا بود ادعامون بود خدای ما تسلیم امرت، ادعای من و شماست. فردا قیامت هم که میشه رب ارجعون که میگیم برگردیم، ادعامون همینه که برگردیم، ما تسلیم امر خدا هستیم. خب تسلیم، اینه معنای تسلیم. تسلیم این که امر امام رو اطاعت کنید، در بس در اختیار امام باشید. آره، اذا امرناکم بشیء ففعلوا. یک شخصی در از شاگردان حضرت اسمش الاحول میگفتن، اسمش الاحوله، ما میگیم مؤمن الطاق یا معروف باز مؤمن الطاق. ایشون هم اومده بود و محضر آقا امام صادق، زبان تندی داشت بر دشمنان. بعد گفته بود که آقا من یه مشکلی دارم، این که چشمم گریه نمی کنه. یعنی مثلا دل رحم نیستم دیگه، مثلا دل سنگ متعبیر. گفتن بشین اثر مجادله است، زیاد خصومت میکنی مجادله میکنی دلت سنگ میشه. گفت آقا من نمیخوام جدال کنم، من اون دل رحمی رو میخوام. گفتن ولی من تو رو بر این کار میخوام، برای جدالت من میخوام تو از ما دفاع کنی، زبون تو میخوام برای این کار. دیدی وقتی مرد نبرد و مرد میدان خشونتی در وجودش هست، اون لطافت که شاید غیر مرد تندی در وجودش هست. در یکی از اسباب آقای امام صادق یا دیگه شما نکنم شاعری بود که اون دل و جرأت جنگیدن رو نداشت، ولی خب در متن اهل بیت شعرهای بسیاری میگفت. یکی از اصحاب بود، نمیدونم، یا از یاران اهل بیت که در جنگی به شمشیر نزد، رفت پیش زنها، در حقیقت در کنار حجره زنها مخفی شد. یهودی اومده بود که زنها رو در حقیقت آسیب برسونه، زنها گفتن پشت تو که مردی از ما دفاع بکن، باز هم ترسید، زنها اون یهودی رو از بین بردن. فکر کنم در جنگ خندق بود اگر اشتباه نکنم، نمیدونم، میگم دقیق خاطر خود نیست، ولی یک چنین شرایطی هست. ولی خب این شخص شاعری بود و مدح و ثنای اهل بیت رو میگفت و در حقیقت هم که شما فرمایید هر کسی را بهر کاری ساختن. بله، حالا من یادم نمیاد، سر شنیده بودم ولی یادم نمیاد شخصش کی بود. آره، حسام نبود؟ یا منم حسام ابن ثابت شرچپ پیش از یکی دیگه از کارشناسان از یکی بچه بچه بودیم، در حقیقت هم من اسمش رو فراموش کردم، ولی کن یک چیزی مطلبی رو به ذهنم رسید. بله خلاصه، بله هر کسی را بهر کاری ساخته، ولی انسان باید یعنی خودش آماده کنه، مهیا کنه برای دستورات امامش. امام عادلی است، انسان رو در جای خودش قرار میده. یه اخلاقی خدا داره، این خوبه بشنوید، از شناخت ما به خدا بیشتر بشه ان شاء الله. خداوند تبارک تعالی تکلیف نمی کنه ما بندگان رو بیش از طاقتمون. دقیقاً تکلیف به مالای اتاق نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی ما طاقتمون 51 رکعت روزی نماز بخونیم، خدا تکلیف کرده 17 تا بخونیم. 51 هم میتونیم بخونیم. ما در سال میتونیم 3 ماه روزه بگیریم، ولی خدا یک ثلث 3 ماه رو تکلیف کرده روزه بگیریم. ما میتونیم هر سال حج بریم، ولی خدا در عمر یک بار واجب کرده. یعنی اخلاق خدا اینه، نه تکلیف مالای اتاق نمی کنه، اندازه طاقتت هم تکلیف نمی کنه، کمتر از طاقتت تکلیف میکنه. امام رو بهش بسپار، خودتو بهش بسپار، یقین بدون که عادله، در بهترین جا تو رو قرار میده. اون تکلیفی که ازت میخواد، اون تکلیفیست که اندازه خودته. یه بردهی داشتن امام صادق، رفتن هر چی صداش کردن پیداش نشد، گشتن دنبالش این طرف اون طرف، دیدن یه جایی گرفته خوابیده.
نشستن بالا سرش، باد زدن، شاید گرم بوده هوا، باد زدن بهش، یعنی هوای خنک رسید بهش، تا خوابش رو خوب انجام داد، سیر بیدار شد، دید آقا امام صادق بالا سرشن، گفته لیسه ها دالک، همش مال تو نیست، شب بخواب روزت مال ماست. خیلی ملیح و با اخلاق. ولی خب ببینید مالا یوتاق تکلیف نمی کنه امام صادق برای بردش. حالا تو بیا بسپار به امام صادق، یک دعای حتی امیر با خدا دارن. من این دعا رو در محضر ائمه شروع کردم بگم، چون اعتماد کردم به امامان، واقعا مربیان خوبی هستن. حتی امیر وقتی به خدا گفتن که من خیلی متأثرم از این دعایشون، گفتن یا رب علی افعل به علی ما تشاء، ای خدای علی هر چی میخوای به سر علی بیار، هر کاری میخوای با علی بکن. تسلیم محض سپردن. من شروع کردم این دعا رو در خود محضر خود امیرالمومنین محضر سید شهدا گفتم که آقا هر کاری میخوای به ما بکن، دستتون بازه، یعنی بسپار خودتون. این تفویض اسمش در لسان روایت. من راستش از دعای حتی امیر که انقدر زجر دید در زندگی و زهراشو کشتن، سلام الله علیه، چه مصیبتی، مادر بچه هاشو کشتن، جوان از دست رفت، واقعا نفسش بود دیگه، فاطمه نفس علی اینطور از بین رفت، تلف شد و آخرش بیاد دولتش گرفته شده، زحمتش از بین رفته، سنت هایی که زنده کرد، آخرش بیاد خدا آنچه میخواهی با من انجام بده. من خیلی درس گرفتم از این جمله، انشاءالله درسی باشه برای ماها هم که انشاءالله در محضر ما زمان این چنین باشه. انشاءالله خیلی ممنون و متشکرم، بسیار بسیار استفاده کردیم. من حقیقتا سعی کردم در میان صحبت شما مطلبی نگم که بیشترین استفاده رو ببریم، فقط این رو بگم که مطالبی که فرمودید تماما میتونم اینطوری بگم معنی آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم بود، که انشاءالله خداوند به ما توفیق بده واقعا در زمره اطاعت کنندگان از امر خدا و رسول و اهل بیت عصمت و طهارت باشیم. خیلی ممنون و متشکرم از شما. بینندگان عزیز و ارجمند از شما هم سپاسگزارم از اینکه تا به این لحظه با ما همراه بودید. انشالله هر کجا که هستید موفق و پیروز و سربلند باشید. تا دیداری بعد شما رو به خدای بزرگ و ممنون می‌سپارم. خدا یار و نگهدار. تا احسن. از دل کشد زبونه مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه، پر میزنه شبونه.